آمدین هموطنان عزیز. باز هم صبح همتون بخیر. در بخش دیگه برنامه قرار داریم و دکتر صاحب مهمان ما هستن. موضوع برنامه رو انتخاب کردیم که در موردش بحث میکنیم. بله، دکتر سیاوش صفتی متخصص امراض جوف دهان در برنامه با ما هست. موضوع که انتخاب کردیم و قرار است روش صحبت داشته باشیم، براکزیم یا کسایی که عادت دارن دندانایشون بجمن به شکل در خواب. بله، به شکل اشکال مختلف که ما صدایش شنیدیم بسیار دلخراش است و حتما میتونه که خطرات زیاد برای جوف دهان و بر دندان فرد داشته باشه. دکتر صبح خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. صبح شما بخیر. شما بخیر. سلام بر شما. تشکر از اینکه ما رو وقت دادین. شما سلامت باشین. مشکل هست که شاید بعضی از هموطنان ما داشته باشه، پس به خاطر از اینکه مشکلشون حل شود بیشتر روی موضوع صحبت می داشته باشیم. دکتر سه، براکزیم یا همو جویدن دندان ها به چه شکل و اشکال صورت می گیره؟ بسیار یک سوال خوب، یک تاپیک بسیار جامعه و یک تاپیک بسیار خوب است. یعنی در هر فامیل ما گفته میتونیم اگر 5 نفر باشه حتما یک نفرش دچار کلچینگ یا براکزیم یا جویدن دندان ها در خواب یا در حالت بیداری می داشته باشن. یک علتی است، علت آن هنوز اشکالش یا اسبابش نامعلوم هستند. تا ریسرچ های جهانی نشان داده تا علت به وجود آمدن براکزیم یا کلچینگ توت یا جویدن دندان ها چی است، چرا به وجود میاد، تا بال عوارضش یا عواملش نامعلوم هستند. و با گفته با اساس گفته میتونیم اشخاصی که از طرف شب دندانای خودشان میجوان یا کلچینگ تیت میکنن یا براکزیم میکنن یا دو چیز مختلف است. یکی دندانای خودش به طرف بعضی اشخاص هستند دندانای خودش طرف چپ راست میجوان یا به شکل بسیار امیدی میجوان، بعضی اساس دندانای خودش در روبروی و عقب میجوان. این یک دو علت بسیار عمده است و اشخاصی که از طرف شب دندانای خودشان میجوان، چه کودک باشه و چه جوان باشه و چه کانسال باشه، این حالت های هستند با خود شخص مقابلش معلوم نمی باشد و کسایی میتونن این تشخیص کنند و در اتاقش هم در اتاقش باشن یا برادرشان باشن یا همشیریشان باشن میتونن تثبیت کنن این شخص است در حالت خواب میتونن دندانای خودش را بجوان علت جویدنشان چی است یا چی رقم فشار دارن. و با اشخاص که اگر میتونن به حساب ریسرچ کنن یا چرا با وجود می آید جویدن یا ما چطور بفهمیم در اتاق تناستیم آیا ما دندانای ما را میجویم یا نمیجویم، این نوع اشخاص صبحی از خواب بیدار میشن، همیشه کسل میباشن، همیشه سردرد میباشن، همیشه حالت عصبانیتشان بیشتر میباشد، همیشه درد در قسمت علاشیش و در قسمت سر و در قسمت گردنهایش و در قسمت فک علوی و سفلی شان دچار مشکلات وخیم می داشته باشد و همیشه ای اشخاص از صبح می خیزن فرش نمی باشن و همیشه دچار مشکلات عصبی و دچار مشکلات روانی زیاد می باشن و ای اشخاص بعد از 2 ساعت بعد یا 2.5 ساعت بعد وقت غذا می گیرن، وقت چای صبح خودشان می خورن، وقت فعالیت های غذایی خودشان می کنن، وقت تکالم خود امرای شخص مقابل خود می کنن و کسای مسئله هستن درس می خورن، بعد از 2 ساعت بعد می تانن عضلات در شکل نرمال خود بین اونمو عصبانیتش همو مشکلاتشان آن دور شوه. و به اساس ریسرچ های نشان داده بنا در FDA و با ای اشخاص باید هر چی زودتر پیش دکتر صاحبا برن، دکتر صاحبا تداوی میکنن، اگر تداوی نکنن استخوانای در قسمت علاشیشان است، هر چی زودتر باید جلوگیری کنن، اگر جلوگیری نکنن باعث سیدن استخوان می باشد و در زمانی که اگر بخواین خنده قهقه کنن یا در صورتی که خفه شون یا در صورت حالت فاجعه بکشن یا در حالت هستن ناراحت باشن، در می حالت هست همیشه دان از اشخاص باز می باشن، یعنی در خل فکرشان رول بسیار مثبت بازی میکنن. و اگر در کودکان دیده باشیم و بعض کودکان هستن از طرف شب یا از طرف صبح وقتی که مادر یا پدرشان بالاشان قار میشه و دو حالت هست همیشه دندانای خودشان میجوان یا در عقب دندانای خود چیز را میگیرن یا امرای از او بازی میکنن و این تعداد اشخاص عادات های ناگوار را در اطراف خود میبینیم، در فامیل خود میبینیم، در اولاد خود میبینیم. هر چیز زودتر باید توجه داشته باشیم تا باعث مشکلات وخیم نشود. میشه دکتر صاحب بگوین تداوی از این در کل دائمی است که تداویش باید چه یا هم تداوی از این که اگر یک بار تداوی شد و مریض پیش دکتر مراجعه بکنن زیادتر دوام پیدا نمید؟ تداوی از این را به حساب از نظر تجربه کلینیکی من چیز ما تجربه داریم با از خواست که دوچار از این نوع مشکلات می باشد و با سه نوع تداوی تقسیم میکنیم. تداوی اولت چه عبارت هست، اشخاص که اگر دندانای خودش از طرف شو میجواد در جریان خواب هستن نباید 8 ساعت یا 7 ساعت خواب دامدار کنن، هر یک ساعت بعد از خواب بخیزن یک گلاس آب بگیرن یا یک میوه چیزی
بگیرن، بعضن دوباره خواب شون، یک مشکلش میتونن مکمل از بین ببره. علت دومش زمانی که استراحت میکنن یک چیز به نام نایت گارد میگن و از طرف پلاستیک است و قالب پلاستیکی است، از دندان خود میپارتن، در جوف دندان خود میپارتن، وقتی که دندانشون فشار بالای هم دیگر صورت میگیره و دندانشون باعث سایدگی و باعث از بین بردن مینای دندان، باعث از بین بردگی خود آناتومی جوف دندان نمیشه. و علت سومش هم عبارت از سلیپ اپنا میگن، و در صورتی که این اشخاص بیشتر باشد و با در اتاقای در شفاخانه بساب جنرال اسپتال در اونجا شفاخانه هستند، در این شخص پیشگیری میکنن تا استراحت کنن، وقت استراحت کنن علت با وجود آمدن خود جوف دندان میبینن، از نگاه سیموگرافی میکنن و سی بی سی تی میکنن و ایکس ری میگیرن و معایناتشان تکمیل میکنن و با دکترای سایکولوژیست و با دکترای دندان و دکترای با خصوص با نیرو سرجن و دکترای جنرال فیزیشن با یا مشوره میکنن تا بتونن علت با وجود آمدن از این هر چیزو تر جلوگیری کنن. در نزد خانمای حامله ریسرچ نشان داده در زمان بارداری نسبتا زیادتر و سریعتر این اشخاص بعد از زمان باردار میشن یا دچار بارداری میشن و اینمی حالت جویدن دندانشان بیشتر میشه و علت زیاد از این علت دپرشن است، استرس است و اشخاص نارام میباشه، اشخاص بسیار حساس هستند، اشخاصی که خوششان نرمال است و اشخاص در حالت تکالم در پیش از این استراحت میکنن عصبانیت میکنن. و بعضن ریسرچ های جدید نشان داده عبارت از در دنیای دیجیتال هم رول دارن، اشخاصی که در زمان استراحت خاص زیادتر از تلفن استفاده میکنن، از موبایل استفاده میکنن، آیپد استفاده میکنن، این چیزها بالای خود جویدن دندان ها، بالای خود مشکلات عصبیشان، مشکلات استرسشان، مشکلات دپرشنشان زیاد رول دارن. اگر میخواین خواب راحت داشته باشین پیش از استراحت شما باید 2 ساعت پیش او هم گپ شما کم شوه، هم تلفن های شما خاموش شوه، بعد میتونین 2 ساعت بعد استراحت کنین و علت جویدن دندان هم کاهش میوه و استرس شما مکمل از بین میبره تا حالت دپرشن شما از بین میرن و شما در امروز سوا میبینیم و شما در اطراف خود و همیشه در هر زندگی ما تان وقتی که در خواب میریم آیفون یا تلفن های در دست ما هستن، امی باعث میشه حالت ناگوارد بعد از سال 2019 ریسرچ نشان داده زیادتر جویدن دندان ها بخش دیجیتال یا مربوط صفحه اجتماعی کسای کار دارن یا خبر بعد میشنون در جیران خواب خود و یک چیز میشنون حالت اعصابشان ناراحت میکنن، اونمود اعصابشان آنجا میگیرن در جیران خواب امروی از مو مجادله میکنن، باعث جویدن جافدانشان و یا غشای مخاطیشان بعد اشخاص هستن در جیران خواب تا در اطراف فامیلای خود ما دیده باشیم لبای خودشان و غشای مخاطی خودشان و زبان خودشان همه جوان صبحی میخیزن وقتی که در طرف واشروم میرن یا طرف دوش میگیرن یا شاور میگیرن با موالت میبینن در زمان باز کردن از دانشان مکمل خون میه. زمانی که این حالت اشخاص ببینن هر چیزو تر تشویش نکنن، ببینن اگر زبانشان زخمی باشه، لبایشان زخمی باشه یا ببینن در کمایشان زخمی باشد و یا سردرد باشد یا دندانایشان ضربه وارد میشه یا دندانایشان هم کسر می داشته باشد. یا ما شما به حساب در افغانستان دیدیم 90% اشخاص میگن ما نیم سری داریم، زیادتر از این ارتباط از در بخش دندان یا عبارت از کلچینگ تون یا براگزم جویدن دندان ها رول مثبت داره. بله. خب دکتر صاحب شما هم بیشتر گفتن که در هر فامیل شاید یک نفر باشه که به این مشکل دچار هستن، ولی تا جایی که ما دیدیم شاید هستم خیلی زیاد جدی نمیگیرن، میگن خب چیز ساده هست، مشکل نیست که عادت ما شده ما این کارا میکنیم، شاید خودشون هم متوجه نشه و ما کسایی که مثلا میبینیم که اونا مثلا در خلد دندانشون میجوون از صدای از اون دندانشون مشخص میشه که اونا با این مشکل دچار هستن، اونا خیلی جدی نمیگیرن. چه مشکلات را میتونه که برای یک فرد به وجود بیاره مخصوصا در قسمت زیبایی دندان هایشون؟ اصلا یک سوال خوب اشاره کردین، به نام شما افغان هستیم، در افغانیت ما شما هیچ چیزی به نام جدیت رول نداره. هر چیز ما شما هست، اگر ما شما تکلیف مریضی داشته باشیم، اگر تکلیف اقتصادی داشته باشیم، از مشکلات اجتماعی داشته باشیم، مشکلات سیاسی باشیم، یگانه چیز اساس در بنیاد گذاری ما شما نیست، عبارت جدیت است یا به حالت نمور ما شما تریک کنن. اگر اشخاصی که میبینن از طرف شب دندانهای طفلش میجوان یا از دخترکش میجوان یا میبینن از خانمشان دندانش میجوان یا خانم میبینه از شوهر دندانهای خودش از طرف شب میجوان یا بیاسن بسیار کلچینگ تو دارن، این چیزا هر چیز زودتر باید تداوی شون پیش دکتر سایبای دندان برن و دکتر با شکل مدرن به تداوی میکنن، باید با دکترای داخله مد نظر داشته بتونن تا بتونن کلا مد نظر بگیرن تا مشکلاتشان و کمال از بین برود. بله خب بله دکتر صاحب میگه کار ما هم است، سوال اونا پیشنهاد کردن که باید به شما ارائه کنم، وقت میخوابن لبای خودم میجان و
بله. اسمی که چه لازه به شما هم اشاره کردیم فکر کنم اونو نشنیدم. اشما به اشخاص گفتم زمانی که اگر در افغانستان ما شما ببینیم بخصوص دختر خانما کسایی که ریسرچ های جدید نشان داده و بعد از سال 2018 و 2019 دختر خانما دچار مشکلات گوناگون زیاد است و اشخاصی که اگر میخواین از علت جویدن قشای مقاطی یا لبایشان باشن یا کمایشان باشن یا زبانشان باشن باید ادوایس ما یا نصیحت ما است باید خوابشان موبایل خودش قسم یک کنه هر یک ساعت بعد از خواب بخیزن و همیشه و یا در جریان یک ساعت بعد یک گلاس آب بگیرن و همیشه در خواب میکنن دو ساعت پیش معامله خودش با دنیا مکمل قطع کنن و از زمانی که استراحت میکنن از آلت های از تلفن و آیفون چیزا نباید استفاده کنن و در زمان استراحت میکنن پیش از او تلویزیونشان یک ساعت پیش خاموش شود تا بتونن علم و اعصابشان آرام خواب شون و اگر دیدن نتیجه مثبت نداد بهشان نایت گارد استفاده میشه تا کنن مشکلشان شکل پلاستیک می باشد قالب گیری است قالب انداخته میشن تا مشکلات کنونیشان مکمل از بین برود. بله. دکتر صاحب کسایی که با این مشکل دچار هستن شما پیشتر گفتین که علت ها و عاملش میتونه که دپریشن افسردگی و مسائل هست که ربط داره به مسائل روانشناختی این فرد تنها نزد دکترای دندان مراجعه بکنه یا نیاز هست که باید نزد روانشناسا هم باید مراجعه بکنه اصلا این بخش عمدترین بخش از ارتباط میگیرن در بخش دکترای دندان به خاطر که ما مطالعه بسیار دقیق دارن در استخوان مندیبولا مگزیلا در استخوان در آناتومی وجه فک در آناتومی کلن از گردن و سر از روی مکمل ارتباط مستقیم میگیرد و اگر در کوششان اگر بخواین کارشان به شکل بسیار مدرن به شکل بسیار فیشنی به شکل بسیار فوق العاده پیش برن باید همه دکترها بین خود یک روابط بسیار نیک با دیگر داشته باشند زمانی که اگر یک دکتر صاحب یک کلینیک باز میکنن در قبالش باید با ارتباط مستقیم با دکترهای سایکولوژیست داشته باشند یا دکترهای روانشناسی داشته باشند و همچنان یک ارتباط مستقیم با نیروسرجن داشته باشند جراحی عصب باید داشته باشند و با همیشه کیسه خودشان یا این واقعیت با دکتر داخله مشوره کنن همیشه با 4-5 دکتری کیسه را مشوره میکنن و وقتی که مشورهشان مثبت شد بعد نمی معلومات خودشان در بین 5 نفر شریک میکنن زمانی که معلوماتشان خلاصه اموشیری معلومات گرفتن بعدا بالای مریض خود اتونمو چیز بهش توصیه میکنن تا مریضشان مشکلات بیرونی براین و همیشه در افغانستان چرا ما بیشتر اشخاص دچار کلچینگ تویت است و خشونت همیشه تاپیک های ما شما در اطراف خود میبینیم و خشونت علی مردم ما تو وجود داره و به می اساس هستن همیشه افسردگی بسیار رول داره حالت های در خانوادگی ما در هر خانه هم مشکلات های وخیم زیاد دارن و زمانی که اگر در خانه یک مشکلات وخیم رخ بتن اگر جنگ جدال باشد اگر مشکلات فیزیکی باشد اگر مشکلات روحی باشد اگر مشکلات خانوادگی باشد و از زمانی که اطفال در خانه ششته باشن او اطفال از می چیت میکنه یا نقل میکنه از وقتی که دو نفر با دیگر درگیر لفظی باشن یا درگیر فیزیکی باشن حتما یک تاثیر منفی برای اولادشان داره زمانی که اولادشان استراحت میکنن و با به او حالت نیستن از اولاد خود چی میگن دقیق مشاهده کنه آیا اولاد ما در جیران خود آیا ما مسئولیت داریم اولاد ما رو ببینیم در وقت خواب دانش باز نیست دندانهای خودش نمیجه و های کنم حرکت غیر نرمال نمیکنه های حالاتش نرمال است یعنی زمانی که والدین پدر مادر اینه متر مسئولیت داره در حالت بیداری اگر یک دقیقه وقت آمد این زنگ میزنن کجا هستن کجا نیستن مسئولیت های بسیار وخیم در دوچار خود دارن و میگیرن باید در جیران خواب هم نسبتا مسئولیت های دارن نسبتا 10% مسئولیت والدین است ببینن آیا مطالعه کنن های زمانی که طفل ما اولاد ما دختر ما استراحت میکنن حال خواب نرمال داره نداره زمانی که اگر خوابشان نرمال نباشد هر چیز زودتر با دکتر سایکولوژیست مشوره خوبی داشته باشند تا علت به وجود آمدن این حالت ابنارمالیتی حالت غیر نرمال بودنشان تا از مکمل جستجو کنن و میزانش پیدا کنن و یا امو میراق مشکلشان دورشان یا میچرخن و امو از بین برن تا اون شخص مقابلشان خوشنود و یک زندگی خوش در نصیبشان بگردن. بله دکتر صاحب. خب دکتر صاحب میشه بگیم کسانی که هستن در این عادت را دارن که دندانه خلاب جان یا هم بیره های خلاب جان از طرف شب اصلا خواب نمی داشته باشن. بله صاحب. این باعث چی میتونه باشه که اعصاب خراب می باشن و زیادتر ما با شما قبلا گفتم سرزنش از یا قسمی باشن همیشه یا دچار حالت های زندگی مدرن هستن زندگی مدرن به این معنا هستن همیشه وسوسه های قلبیشان زیاد می باشن نگاه سایکولوژی رو باید ما شما مشوره کنیم
میگن هر شخص پیشرفته در زندگی خود یک میراق مشخص لایف پلانینگ میگن یا زندگی خودشان باید یک پلانینگ داشته باشند. اگر در صورتی که سیکل لایفشان درست نباشند، میزانشان درست نباشند و یا نمیتونن، اگر شما میبینین گفتین چرا یک شخص زمانی که دندانای خودشان میجوان، زمانی که لبای خودشان میجوان یا غاشای مخاطی خودشان میجوان یا سلیپ خواب نرمال دارن یا چی مشکل دارن، این اشخاص چندین مشکل گوناگون دارن. اول همیشه اشخاص اساس میباشند، دوم بسیار اشخاص هستند در بسیار سندیتیف می باشند در مقابل عوارض بیرونی، یعنی در مقابل یا وکالت هست همه مردم میکنند، از همسایه خود، از خود، از فامیل خود، از برادرای خود، از همگی، یعنی یا زندگی خودشان همیشه با شخصهای مقابل بازی میکنند. چرا باید در زندگی ما یک کار شد؟ نمیگن باید جلوگیری کنند یا در حالت یک حالت تصادمی ترافیک میرسیم، باید در حالت ما شما بریک کنیم، نه اور اسپید کراس کنیم، و می اساس مشکلات وخیم یا مشکلات گوناگون به وجود میآورد. بسیار زیاد تشکر. زنده باشین جواب سمسازی که ما رو وقت داده فرمه.